میدان جنگ نه، بلکه جریان آموزش قوای کماندو. امروز تمرین، اما فردا رویارویی با دشمن واقعی. کماندو یکی از قوی ترین و مهمترین نیروهای امنیتی افغانستان به شمار می رود و اینجا در این نقطه شهر کابل که ریشخور نام دارد مراکز تعلیمی و آموزشی این نیروها است. آموزگاران این مرکز می گویند کماندو شدن کار ساده‌ای نیست. از نگاه فیزیکی، از نگاه سواد، از نگاه علمیت یا ما کلش ارزیابی می‌کنیم و او اشخاص هم میاریم در کماندو و تمرین‌های بسیار ما بالا داریم و بالای زیاد بسیار کوشش می‌کنیم. رئیس جمهور غنی با تازگی تشکیل کماندو را که فرقه بود به قول اردو ارتقا داد. حالا تعداد این نیروها به دو برابر افزایش می‌یابد. اینهایی که تازه اینجا آموزش می‌بینند حداقل 3 سال عسکری کرده و یا هم تعلیمات نظامی را فرا گرفتند. در مکتب عالی شامل شدیم و بسیار تکتیک‌های آموزنده و عالی داریم که ما در 34 ولایت افغانستان بریم از این تکتیک‌های پیشرفته استفاده کنیم و دشمن را سرنگون بسازیم. 70% عملیات‌های نظامی به سطح کشور را این نیروها به پیش می‌برند. جان نیکلسن، قمندان عمومی ماموریت حمایت قاطعی در افغانستان، این نیروها را شکست ناپذیر خوانده است. مسئولین تعلیم و تربیت کماندو می گویند بدون حمایت هوایی موفق شدن در عملیات ها دشوار خواهد بود. که چرتا زمونگ هوایی بخش او دوامدار مونگ سر کمک که مونگ پا هر عملیاتو که کسی دو شپی دو خوانی، کسی دو ورز دو خوانی، مونگ موافق کن انشاءالله دهمان تا بر دیر ضربه ورسو. روند آموزش نیروهای خاص افغان از سوی آموزگاران افغان تحت نظارت نیروهای بین المللی بر رهبری ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. پس از اعلام استراتژی جدید آمریکا برای آسیای جنوبی، تلاش ها برای بهترسازی اردوی افغانستان به سطح منطقه شدت یافته است.